طبق قانون اجرای نسخه نویسی الکترونیک از اول دی ماه الزامی شد. امروز به سراغ پزشکان، بیماران و متصدیان داروخانه ها رفتیم تا ببینیم وضعیت استفاده از نسخه الکترونیک چگونه است. من از پنجشنبه تا حالا درگیری گرفتن دارو هم. چرا چی میگم به شما؟ میگن این ثبت نشده. راحت رفتم دکتر، اومدم جلو دارومو بگیرم. راحت براتون پزشک نوشته نسخه رو؟ بله. اینترنت سرعتش کمه، برای اینه که یه خورده معطل شد. پزشک نیومد اصلا تو سامانه وارد کنه. هزینه که ما بابت دارو 50 تومن میدادیم، دیروز 250 تومن دادیم. گفتیم چرا اینجوریه؟ میگن تو سامانه صف نشده. نسختون دست نویسی بود؟ بله. دوباره امتحان میخونم که کارش انجام بشه. الکترونیکی برای شما ننویسه؟ خیر. نسخه الان دست نویسه. بر هم دست نویسن، هم داخل سیستم نوشتن. میریم دکتر قبول نمیکنه، یا تو نسخه خودش مینویسه، میریم داروخانه میگه تو سیستم نیستش. داروخانه میگه خانم اصلا این نسخه رو ما قبول نداریم. ببینید، ما زیر ساخت نسخه الکترونیک برای همه پزشکان، چه طرف قرارداد چه آزاد خصوصی، فراهم شده. فقط باید پزشکان لطف کنن از این نرم افزارها که خیلی هم زیاد هستن، بر حسب سلیقه خودشون استفاده کنن. پزشکان طولانی شدن زمان ویزیت بیماران را یکی از مشکلات اعلام میکنن. فعلا که تو این درمانگاه زیاد الکترونیکی نیست، فقط آقای دکتر زرگر هستن که الکترونیک کار میکنن. ما بقیه پزشکای الکترونیکی نمیتونن کار کنن. ویزیتی که من در عرض 10 دقیقه باید تمرکز کنم رو بیمار، 9 دقیقهش باید تمرکز کنم روی ثبت نسخه الکترونیک، کار منم نیست. سایت هنگ میکنه، اینترنت قطع میشه، برق قطع میشه. ما یه بخشی باید به مریضاج پاسخگو باشیم چرا اینطوریه، در حالی که اصلا تقصیر ما نیست. از یه طرف واقعا تایم ویزیتا چند برابر شده. چند تا دارو رو وارد کردن، یهو اینترنت قطع میشه. باید بشینن مریضایی که بیرون در انتظارن. خب اینا صبرشون تموم میشه. سرعت بیمار دیدنمون خیلی اومده پایین. به صورت کلی چیز بدی نیست، ولی خب زیر ساختاش هنوز به صورت کلی مهیا نشده. داروها نیستن توی سیستم ما. مریض میاد مثلا دارویی میخواد که اینجا ما نداریم، میخوام نسخه کنم برای خارج از مرکز، تو سیستم ندارم که حتی نسخهش بکنم. متصدیان داروخانه ها هم از قطعی اینترنت و ناآشنایی پزشکان با نسخه نویسی الکترونیک گله‌مندند. الکترونیکشون رو پذیرش میکنیم، هم کاغذی و تامین اجتماعی، ولی خدمات فقط الکترونیک. پزشکایی داریم که این سیستم رو هنوز راه ننداختن. این مشکلات در تهران در حالی است که در بسیاری از استانهای دیگر استفاده از نسخه الکترونیک با استقبال بیشتری مواجه شده است.